مهمان من در این برنامه ده ها سال است که فرهنگ باستانی ایران را از هند تا کردستان عراق و ترکیه زیر ذره‌بین علمی خود گرفته است. این استاد ایرانشناس در تحقیقات وسیع خود شباهت‌هایی بین عناصر اساطیری ایران باستان و هند باستان یافته و نشان می‌دهد که این هر دو فرهنگ ریشه‌های مشترک آیینی و اعتقادی و عناصر مقدس مشترک دارند. به باور او عناصر دین زرتشتی همچنان از شرق تا غرب فلات ایران در گوش و کنار به حیات خود ادامه می‌دهند و حتی گاه پایه و ریشه خودشناسی فرهنگی در منطقه هستند. پروفسور فیلیپ کرنبروک استاد بازنشسته رشته ایرانشناسی دانشگاه گوتینگن آلمان است و کتاب‌ها و مقالات بسیاری در زمینه فرهنگ ایران باستان منتشر کرده و به مطالعات فرامنطقه‌ایش مشهور است. هویت فرهنگی در شرق و غرب ایران را چطور تعریف می کند و او در غرب ایران بین اقوام کرد زبان چه عناصر فرهنگی را یافته است؟ پروفسور فیلیپ کرنبروک به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی متشکرم. شما استاد شناخته شده‌ای در حوزه ایران شناسی و به خصوص ایران باستان هستید. علاقه شما به ایران و به خصوص ایران باستان از کی و چطور به وجود اومد؟ خب نوجوانی من علاقه داشتم به زبان‌های خارجی و فرهنگ‌های دیگه و اسلام هم برای من خیلی خیلی جالب بود. پس به عنوان وقتی اومدم به دانشگاه میخواستم عربی میخوندم، اما بابا مامان هم گفتن هرگز این کارو نکن، برای آینده خطرناکه، پس حقوق بخون. من 3 روز حقوق خوندم، فرار کردم، دیدم که من واقعا حوصله ندارم، نمیتونم. پس عرب شناسی میکردم و رشته دوم فارسی بود. من کم کم عربی یاد گرفتن خیلی خوشم اومد، فارسی یاد گرفتن خیلی خوشم اومد، اما از لحاظ فرهنگی من هی نزدیکتر به فرهنگ ایرانی اومدم. خیلی برام جالب بود، مثل وطن دومم بود. خیلی از دوستام هم ایرانی بودن، من نمیدونم چی بود. پس کم کم واقعا عاشق ایران شناسی شدم. و برای فوق لیسانس من برای اولین بار در هلند رشته ایران شناسی انتخاب کردم. یعنی همه این اتفاقات در خود هلند افتاد؟ این هنوز خود هلند بود. و کم کم بعد از فوق لیسانس میخواستم رو دین زرتشت تمرکز میکردم. و تو هلند هیچ کس نبود. اومدم لندن که استاد مری بارنز که تو سوآس بود استاد من شد و خیلی به من کمک کرد. حالا شما طبیعتاً برای تحقیقاتتون احتیاج به این بود که زبان رو بشنوید، زبان عربی و زبان فارسی رو در هلند خوردی. چه زبان‌های دیگه ای احیانا؟ خب البته فارسی میانه، یعنی زبان پهلوی به اصطلاح، زبان اوستایی، زبان سانسکریت و تو لندن زبان گجراتی هم یاد گرفتم که برای پارسی های زرتشتی های هندوستان مهم بود. حالا چرا شما علاقه من به ایران باستان شدید نه ایران معاصر؟ خب من علاقه من به ایران معاصر هم بودم، خصوصا شعر ایرانی، حافظ، مولانا، نمیدونم چه، خیلی برام مهم بود. اما به عنوان کار علمی جای زرتشتیگری خالی بود اون وقت، که هیچ کس نبود غیر از خانم مری بارنز که رو اون کار میکرد و طوری که تو هلند تدریس میشد خیلی عجیب و غریب بود. من گفتم من باید راهی پیدا کنم که بهتر شه. و غیر از اون ما اولین باری که رفتیم ایران با همسرم، با انجمن زرتشتیان رو هم آشنا شدیم و اینم برام خیلی جالب بود که تفاوت نمیدونم فرهنگی بین مسلمان ها و زرتشتی ها واقعا معلوم شد. که من دنبال این شدم، با خودم گفتم اقلا میخوام این کار رو بکنم، سعی کنم بیشتر چیزی پیدا کنم درباره این فرهنگ قدیم ایران.
حالا شما به غیر از ایران در تحقیقاتتون بیشتر در کدوم کشورهای دیگه بوده تا حالا؟ برای کار میدانی؟ بله. بله. غیر از اون هند رفتیم به هند به این خاطر که اینجا تو لندن که انجمن زردشتی هم دارن متوجه شدم که تئوری هایی که کتاب های مادر زردشتیگری داشتند و تعلیم میکردند ربطی با واقعیت مردم نداشت. پس از خودم سوال میکردم که خب پس این واقعیت چیه؟ از کجا پیدا کنیم؟ من آدم ساده‌ای هستم و گفتم خب بهترین راهیه که از اونا سوال کنیم، بپرسیم. پس رفتیم یه پروژه تشکیل میکردیم که تو هند برای 5 سال با آدم‌های به پارسی‌های زردشتی اونجا با مکاتبه داشتیم و متوجه شدیم که واقعاً دین خودشون رو داره که اصلیت مثل خیلی اصیله، اما با تئوری‌های من ما 100% تفاوت داره. این هندوستان بود. پس غیر از اون من رو مقایسه اسطوره های هندوستانی و ایرانی مشغول بودم و دیدم که اسطوره آفرینش زردشتی خیلی نزدیک به آفرینش ویدا بود، اما با هم تفاوت دارن و مثل این که ورژیون هندوستانی اصلی تر بود. و این هم به نظر من نزدیک بود به میترائیزم رومی و از مقایسه این همه یه تئوری به خوب داشتم که در ایران قبل از آمدن حضرت زردشت در ایران شرقی یه دینی داشتن که هنوز خیلی شباهت داشت با دین هندو ایرانی که تو ویدا هم منعکس شد و من مقاله نوشتم درباره این که احتمالاً این اصل میترائیزم رومیه. اما گفتم خب باید اعتراف میکنم این تئوری مغز من دلیل در دست ندارم. البته ما میدونستیم که این فرهنگ هندو ایرانی برای 1000 سال مشترک بود، یه قوم بودند، اما تا اون وقت هیچ کس متوجه نشده که این آفرین اسطوره آفرینش زردشتی طوری که در کتاب‌های فارسی میانه توضیح می‌شد اصلی نبود، این تحول ثانوی بود و ما از خودمون می‌پرسیدیم که خب این ورژن اصلی چطور شد، چطور بود و دیدیم که خیلی نزدیک به ویدا بود، خیلی نزدیک هم به یعنی شما فکر میکنین که زرتشتی در واقع آیین زرتشتی نشأت گرفته از آیین قدیم هند و باستانی هند یا همون به هر حال ویدایی و ایناست؟ بله 100%، اما حضرت زرتشت مجدد بود، انقلابی بود. اون معنای جدیدی این کشیش این دین قدیمی بود، اما به خاطر مشکلات اجتماعی متوجه شد که این دین سنتی رو که ما داریم طبق خواست اهورامزدا، خواست خدای بزرگ نیست و ما آدم ها باید دنیا را تکمیل کنیم و این از اونجا از هم جدا میشن. این کیشه قدیمی و دین زردشتی میشه یه طوری اینو تشبیه کرد به پروتستانیسم مثلا در مسیحیت نسبت به مسیحیت اولیه، که مثلا فرض کن زرتشت یه آینه بر اساس آینه گذشته باستانی هند یا آینه جدیدی رو ایجاد کرده. شاید اما من به عنوان پروفسور دانشگاهی باید خیلی محافظ خود باشم که همچین من راحت میتونم بگم، ولی برای شما طبیعتا به نظر من تو اندازه همینه، اما البته باید مواظب باشم. خب حالا شما فکر میکنین که شما گفتید که تو مقدمه عنوان شد
که به هر حال عناصر از دین زرتشت در گوشه و کنار ایران وجود داره و هم توی منطقه در واقع وجود داره اینا. یعنی این به چه شکل مثلا فرض کن منظورتون اینه که بدون اینکه مردم زرتشتی باشن ولی عناصری از دین زرتشت در با خودشون دارند، منظورتون اینه؟ بله. به چه شکل؟ بله من این مقاله رو نوشته بودم، مقالات در و گفتم خب حتما اینجوری بود اما دلیل در دست ندارم. پس تو سواس بودم، استاد کردی و پشتو این چیزها بودم. یه دوستم سفر به عراق کرده بود، از عراق برای من یک کتابی فرستاد، مال دو روشن فکر یزیدی، که اون کتاب برای اولین بار ورژن کتبی از متون مقدس اونها داشت و ما اصلا خبری نداشتیم که یزیدی ها همه میگفتن نه نه اونها متون مقدس ندارند، هیچی نمیدونند. چرا؟ داشتند اما از ما مخفی کرده بودند. پس من برای اولین بار، و من کردی بلد بودم، کردی، پس من میخوندم اون متونو و گفتم که همین آفرین اسطوره آفرینش اونا همین اینه که من پیش بینی کرده بودم. بعد از اون متوجه شدم که پیش کاکایی های عراق و یارسان ایران همین اسطوره هم ادامه داره، دوام داره، و بنابراین برای من خیلی جالب بود و بیشتر رفتیم کردستان تا ببینیم مثلا درسته یا نمیدونم، اما 100% درست بود و اونها واقعا یه ادبیات وسیعی داشتن با این متون مقدس که ما هیچ چیزی ندونستیم. و من با همکاری اساتید یزیدی و بعد با اساتید یارسان این متون را دارم چیز دارم. حالا در مورد یزیدی ها صحبت بیشتر میکنیم جدا، قبل از اینکه بریم سراغ اون مبحث اجازه بدین در همین متون زرتشتی بمونیم. و اون یکی از مسائلی که مطرح میشه که دو نظریه هست سر مسئله پیدایش یا شروع رواج دین زرتشتی که بعضی من از شرق ایران شروع شده، بعضی ها در غرب شروع شده. شما معتقدید که به هر حال پایگاهش در شرق ایرانه. بله. چه شواهدی داری؟ شواهد من اینه که خود محتوای اوستا فقط با ایران شرقی کار داره و ایران غربی مثل این که غیر شناخته میشه. و غیر از اون زبان، که زبان اوستایی احتمال زیاد یه زبان شرقی ایرانیه. پس این دلایل منه. و غیر از اون از همه جا معلومه که تو شرق چیز بود. و ما میدونیم که این قصه، این حکایتی که زردوش اهل آذربایجان بود یا اهل ماد بود، نتیجه چیز تقریب ببخشید تبلیغات کشیشان ساسانی بود. اونها هایی که مبعد بزرگ تو آذربایجان داشتن، تو فارس هم داشتن، میخواستن اهل اصیل زردشتی باشن، گفتن نه زردشت اینجا به دنیا آمده. اما طبق معیارهای ما واقعا لزوماً باید مثلا زردشت در شمال افغانستان یا ترکستان یا زیسته باشه. و حالا که شما بحث دوره ساسانی رو مطرح کردید، حالا بسیاری خوب تاریخ نشون میده که به هر حال دین زرتشتی نفوذ بسیار زیادی در دربار ساسانی داشت. یکی از مسائلی که مطرح میشه در مورد زرتشتی و ساسانی، میگن که به هر حال اون معبدای زرتشتی در اون زمان در قدرت ساسانی اونچنان به هر حال حل شده بودند و اونچنان قاطی شده بودند به اصطلاح، که بعضی ها معتقدند که فروپاشی امپراتوری ساسانی هم به دلیل همین به اصطلاح سیاسی شدن دین زرتشتی به وسیله معبدهای زرتشتی در اون زمان بوده. هر دینی، هر آیینی کم کم طبق تحولات اجتماعی تا اندازه خب ذاتش چیز عوض نمیشه، اما واقعیت روزمره
چیز میشه، عوض میشه. هر جایی که مسیحیت، یهودی ها، نمیدونم، احتمالا اسلام، اما اونجا اولا زردشتی ها یه گروه نسبتا کوچیکی بود تو شرق ایران، کم کم وسیع تر شدن. قرن ششم بعد از قبل از میلاد وارد ایران امروز، وارد پارس شد و زیر محافظت احتمالا داریوش دوم بودن و اونها اونجا زردشتیگری هم پخش می شود. اما کشیشان اونجا مذهب خودشون رو داشتن، هم ایلامی ها که شاتن داشتن، هم ایرانی ها که ماگوش داشتن، اما همه با هم، البته اصلش هنوز زردشتیگری بود، اما به اصطلاح به زبان مادی یا فارسی یا چیز ترجمه میشد تا برای مردم اونجا قابل فهم باشه. و بنابراین و این ادامه شد. پس یه تکون بزرگی بود آمدن اسکندر که البته هخامنشی ها گفته بودن خب ما شاهنشاه هستیم به خاطر اینکه ما خیلی پاک هستیم و ما کامل هستیم. پس یه خارجی می آمد که خب تمام ایران را اشغال کرد و خب اونها مجبور شدن، کشیش ها مجبور شدن که یه علتی پیدا کنن. گفتن بله، خدا همیشه برای آدم ها یه امتحان درست میکنن، اما بعد از این امتحان دوباره همه چی خوب میشه. این اسکاتولوژیه برای اولین بار تو ایران دیده میشه. بعد از آن یونانی ها اومدن و زردوش دیگری دوام داشت، اما انقدر تو سایه بود. بعد ساسانی ها اومدند به خاطر خب اون تبلیغات اون بود که احیای دین زردشتی بکنیم، ما ایران اصلی هستیم. باشه، بسیار خوب. اما اون وقت البته تا اندازه دین یه مسئله، یه امر سیاسی شد و از زردشتیگری خیلی قبلی تفاوت داشت. خب حالا بریم سر مسئله تحقیقاتتون در مناطق کردستان. بله. که شما خب تحقیقات خیلی زیادی کردید و یکی از به اصطلاح اقوام کردی که در سالهای اخیر هم که خیلی توی خبرها بوده مسئله ایزدی ها یا یزیدی ها هست. بله. اولا تفاوت این ایزدی و یزیدی چیه و کدومش درسته یا نه؟ ما خود و بعدش هم اگر شما به ما بگین که شما چه تشابهاتی از نظر به اصطلاح اون آیین های ایران باستان و اون به حال آیین یزیدی یا ایزدی هست. بله. خب الان هم گفتم که بلا فاصله من یک کتابی در دست داشتم مال ایزدی ها و اونها اسطوره آفرینش دنیا یا اونها همین بود که من حدس زده بودم. غیر از اون درباره یزیدی ها خیلی کم میدونستیم و اساتیدی که قبلا درباره اونها کار میکردند گفته بودند اونها خیلی ببخشید ابله هستند، هیچی نمیدونند، حتی نمیدونند به سوالات ما جواب بدن. خب من گفتم شاید سوالات شما درست نبود، که اگه خودشون نفهمیدن دینشون چیه، پس این دینشون کجاست؟ اگه مال هیچ کس نیست، مال. پس من رفتم اونجا و واقعا تو دنیای وارد دنیای جدیدی اومدم که من قبلا از لندن اومدم، آدم غربی بود. گفتم نباید همه چی دوباره به شکل دیگه تخیل کنم، باید واقعا. پس چند وقت اونجا بودم، بار دوم اومدم برای 6 هفته. پس تو هواپیما وقتی برگشتیم گفتم من الان نباید به انگلستان
برگردم باید اینجا تو ذهنم باید تو کردستان بمونه و باید بنویسم تا منطق تفکر اونها را روشن کنم. اونها اصلا ابله نبودند، خیلی آدم های با استعداد بودند، اما هیچ کس نفهمید. چون مسلمان ها میگن خب اون ببخشید شیطان پرست هستند، اونها احمق هستند، محدود به کتی زور محدودن، بسیار محدود هستند، هیچی نمیدون. درست نبود، روشن فکر داشتند، کشیشان داشتند، خیلی آدم های با استعداد بود. در مورد خود ایزدی ها حالا شما اشاره کردید به این که به اونها شیطان پرستن میگند یا فلا اینا، این از کجا میاد مسئله شیطان پرستی؟ چون آیا ارتباطی با به اصطلاح ملک طاووس داره؟ مثلا فرض کن که بعضیا اون رو منشأ شیطان میدونن، بعضیا برعکس. بله، بستگی داره با میترا پرستی قدیم که وقتی با زردشتی روبرو شد، زردشتی ها میگویند این میترا هم خوبه، هم خیر داره، هم شر. از یه طرف میترا را احترام میکردن، میترا را، اما از طرف دیگه این میترای اصلی که مال پروتو میترایزم رد کردن و گفتن این شیطان بود، احتمال داره. چون وقت زردشتی ها ما از منابع ارمنی میشنویم که زردشتی‌ها خیلی ابلخ باشند، ارمنی مسیحی بودند، اون میگن که اهریمن یعنی شیطان خیلی تنبل، حوصله نداره که آفرینش بکنه، اما تا نشون بده که قادرشه طاووس را ساخت و این خیلی احمق بود. اما از اونجا ما میدونیم که حدودا مثلا 500 بعد از میلاد تو آیین زردشتی یه ربطی وجود داشت با بین چیز شیطان و طاووس. طاووس البته به این خاطر نزدیک به میترا، از میترا گفتند که هزار چشم داره و طاووس هم تو دومش هزار چشم داره. اما و یزیدی ها همین جوریه که باور اونها اینه که خدای مطلق، خدا انقدر پاکه، انقدر کامله که نمیتونه مستقیما با این دنیای ناکامل و ناپاک تماس داشته باشه. به این خاطر هفت فرشته آفرید که رئیسشون ملک طاووسه و ملک طاووس میتونه وارد این دنیا بیاد و با آدم ها تماس بگیره. پس این خیلی ربطی با شر ندارن، فقط میگفتن ما اشتباه میکنیم، ما بعضی وقتا میگیم این بده این خوبه، اما ما باید بفهمیم خواست طاووس ملک را، باید بفهمیم، باید خود را سازگار کنیم. اما این برای مسلمان ها غیر قابل فهم بود. آها. خب حالا سابقه به اصطلاح ایزدی ها یا آیین ایزدی یا یزیدی ها، خودشون تقریبا میگن که به 4000 سال قبل برمیگرده، در حالی که خیلی دیگه اعتقاد دارن که در قرن 14 میلادی به اصطلاح به وجود اومده و مخلوطی از آیین‌های مختلفه که شامل مسیحیت و اسلام و یهودیت و همه چیز هم درش هست، عناصری از هر کدوم. با تحقیقات شما کردید، به نظر شما که این بحث سابقش به کجا برمیگرده، به کی برمیگرده؟ بله، من فکر می‌کنم که در کوههای کردستان بسیاری از این نکته های دین قدیم باقی موندن و ما میدونیم که از یزیدی ها هنوز به اونها گفتند اونجا یه قوم ماگوش، یا ماگوش یعنی زردشتی یا شبه زردشتی زندگی میکردن و یه صوفی، یه پیشوای بزرگ
که صوفی بود اونجا آمد، ایشون احتمالا مثلا راحت میخواست، اصلا این کردها را نمیخواست، اما این کردها چون اهل صوفی بود که مثل کشیشان و مثل ملاها نبود، عاشق اون شدن و دنبال اون رفتن. پس برای مدت کوتاهی یزیدی ها سعی می کردند که مثلا مال یه گروه صوفیگری باشند، اما کم کم این پیشوای اول مرد، کسان دیگه اومدند که انقدر قدرت نداشتند و این آیین ها و این اعتقادات قبلی دوباره می اومدن بالا. و اونها میگفتن ما از همه بهتر میدونیم، شما چیزی نمیدونید. و کم کم اونها یه گروه مختلفی شدن و دیگرها مسلمان ها میگونه اونها کسافتکاری میکنن، مسلمان نیستند، جنگ شد و معبد اول یزیدی ها را خراب کردن و بعد از اون یزیدی ها گفتن ما مسلمان نیستیم. ما می‌بینیم تو متونشون، چند متون هستش که ما اهل سنن، اهل تسنن هستیم و با تشیع بد هستیم، ولی این خیلی زوده. بعد از اون میگفتن اونهایی که قوانین ما را نمی‌کنند که برن پیش مسلمان ها که با ما اون، یعنی در واقع سابقه تاریخی قدیمی دارن، متأتی تحولاتی که درشون صورت گرفته این چیز پیش اومده که ممکنه اینها مثلا یه دین جدیدی آیین جدید. بله، بله. خیلی متشکرم پروفسور فیلیپ کرنبروک از اینکه مهمان من بودید. متشکرم از شما. خوشحال شدم. قربان شما.